در حریم عشق امن و آسایش و خطاست. و اینه که اینجا دیگه اینه که آیین به نفع من، این به این موضوع اینجاست که ما عامل کمک به او عامل حرکت ماست. لذا اینجا دیگه وقتی که همه چیز وجود ما در قالب یک کمکه، دیگه چه جای باکی؟ چرا ما باید بترسیم و چرا باید بیم داشته باشیم؟ و اگر بد بشه به خیرشه، اگر یعنی بدتر در ولی اول باید بریزی بیرون دیگه، طبق این قاعده اول باید بریزی بیرون، اول باید اجازه بدیم سلولا فریاداشون رو بزنن، دادشون رو بزنن، هوارشون رو بزنن، باید این کار رو بکنیم. اول باید بذاریم حرفاشون رو بزنن، خب، و بعد بحث درمان رو دنبال بکنیم. خب استاد، در مورد کرده مادرزادی که ژنتیک هستن، بله، در مورد بیماری های مادرزادی شما میتونید کار بکنید، در مورد بیماری های ژنتیک میتونید کار بکنید. مثلا فرض کنید ما روی بیماری دوشن فرزند، بیماری که بیماری ژنتیک هست، ما مثلا کار کردیم. و جالب من به زلا بیماری هست که به ترتیب از 8 سالگی بیشتر هم تو پسرها شروع میشه تا 15 سالگی به اوج میرسه معمولا، و شروع میشه به اصطلاح تحلیل رفتن ماهیچه ها، در واقع دیستروفی عضلات. و مواردی رو که کار شده گزارش دادن که دیگه اون آنزیم ها مشاهده نشده، یعنی اینه که در واقع این مسئله اینجا از نظر ژنتیک قطع میشه. لذا اصولا طبق صحبتی که کردیم فرقی نمی کنه چه نوع بیماری، مادرزادی غیره، تا کار نکنیم مطلقا از جانب خودمون اظهار نظر نکنیم. اظهار نظر ما میشه مثل اینه که من میگم که نه، شعور الهی نمیتونه اینو درمان کنه. میشه هم چیزی؟ نمیتونیم. و بعد چیزایی که ما با چشم خودمون دیدیم در واقع ما رو به این تجربه رسونده که هر چیزی امکان دارد، و تا کار نکنیم مطلقاً به خودمون اجازه اظهار نظر نمیدیم. شما روی عقب مانده های ذهنی میتونید کار بکنید، روی بیماری های مادرزادی میتونید کار بکنید. ما شخصا مثلا روی بیماری های نقایص کروموزومی و نمیدونم حالا عقب مانده های ذهنی اونا کار کردیم. مثل یک موردی رو که اینجا بود صحبت شد، قبلا این چیزایی رو نمیگفت، نمیتونست بگه، نمیتونست، الان میگه. خانواده شون اطلاع میدن که آره این الان یک گزارشایی میده که قبلا نمیداد، راجبه چیزی میخواد، نیازی داره، مسئله داره. ما مثلا تا 20-25% تغییرات رو من شخصا مشاهده کردم. خب بنابراین تا کار نکنیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. این قاعده و قانون کلیست. لذا هیچ توجیهی ما نداشته باشیم برای این مبنا که یک موردی رو بگیم نمیشه، یا اگر کسی از افراد گفت بدونیم که دوباره این مسئله صحت نداره و ما باید حتما خودمون شخصا آزمایش بکنیم. تا آزمایش ما به ما جواب نه یا آره نداده نباید اکتفا بکنیم. شما میفرمایید بیماری جسمی، بیماری های روان پزشکی، اینا مشخصه. وقتی یه دستی عضو، دو تا قطع عضوه، این بیماری نیست، این قطع عضوه. قطع نخا یه دفکته. ببینید مثلا یه لهیدگی نخا ما داریم، مثلا آرتروز داریم، این در واقع توی جزء همون بیماری میشه یک عیب داریم، یک به اصطلاح نقص و بیماری داریم، یک چیزی ناشی از بدکار کردنه، یک چیزی ناشی از عیب مثلا مکانیکی یا عیب‌های مختلفی هست که حالا ممکنه شعوری باشه ممکنه. بنابراین ما در این موارد خب از نظر به اصطلاح ممکنه علمی یا نظری وقتی توی یک سانحه لهی دیگه نخا پیش آمده نباید راهی داشته باشه، ولی ما کردیم، شده، توجه میکنید، انجام دادیم و شده. بنابراین اینه که به اصطلاح ترمیم پذیره
مثلا کسی داریم با آرتروز کار کرده باشه؟ نتیجه خیلی خوب شدن، در حالی که آرتروز یک عیب مکانیکیه، یک مشکل مکانیکیه، یعنی از سرطان این نامحتملتره. سرطان ممکنه خوب بشه، ولی آرتروز رو کدوم محتملتره، کدوم غیر محتملتره، آرتروز یا سرطان؟ آرتروز یک استخوانیست که از بین رفته، ترمیمش مشکل تر از سرطانه، منتها زیر نظر نمیاد. الان تعداد آرتروزامون بیشتره، مثلا ما با آرتروز راحت میریم کار میکنیم، ولی سرطان رو باید میسیم عقب، در حالی که سرطان آسونتر از آرتروزه. سرطان کافی شعور سلولی اصلاح بشه، یعنی سلول دستور پرکاری گرفته، کافی این شعور بیاد بگه که نه، طرز کارت همین جوری باید باشه، این باید باشه، تمومه ماجرا، تمومه.